بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله الذي هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. الصلاة والسلام على مولانا و مقتدانا رسول الله و آله آل الله و على اعدائهم لعنت الله. السلام على الحسين و على علي ابن الحسين و على اولاد الحسين و على اصحاب الحسين عليهم السلام. اللهم عجل في فرج مولانا صاحب و وفقنا لما تحب و ترضى. اثر ارادت و اخلاص محضر شریف شما پیروان مکتب اهل بیت سلام عرض میکنم. شبکه جهانی امام حسین علیه السلام و با این بحث در خدمت شما هستیم. اگر سقیفه نمی بود، لولا سقیفه، این عنوان رو از یک روایت گرفته ایم و همین شکل هم آغاز می شود. اگر سقیفه نمی بود چه می شد؟ میهمان ما جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج شیخ حسن یوسفی هستند، خطیب نامور و نامداری که با ابزار واژه و کلام شمشیری آخته کشیده اند علیه دشمنان خدا و در دفاع از ولایت امیرالمومنین، گلویی برای فریاد مظلومیت ابا عبدالله الحسین. ایشون رو دعوت کرده ایم و از سر کرامت نفس و بزرگ دلی دعوت ما را اجابت کردن، به شوق شما مخاطبینی که همواره تشنه شنیدن فضائل و معارف و مکارم اهل بیت هستید. من بی دریغ و بی درنگ از طرف شما نیابت میگیرم و محضر استاد ارجمندمون سلام عرض میکنم. سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خوش آمدید. خواهش میکنم. اگر سقیفه نبود چه میشد؟ جلسه قبل حضرت عالی روایت دلانگیزی برای ما خوندید و دلمون رو خلاصه ولایی کردید. بله الحمدلله. الحمدلله الذي جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین و الائمه علیهم السلام. حدیثی رو که در ماهیت تکامل انسان که به عقل هست و بعد بنا شد ماهیت عقل رو بگیم که درون عقل چیه، اون هویت درونی، اون چیستی عقل، بله، یا اون استعدادهای نهفته در عقل، یا اون نیروها، انرژیهای پنهان عقل، بله، اونها چیه؟ یه حدیثی رو از شمعون ابن لاوی ابن یهودا که از حواری نزد عیسی بود و آمد محضر خاتم انبیا و گفت اخبرنی عن العقل ما هو و کیفه هو، که فرمودید روایت رو، بله، و ما یتشعب من و ما لا یتشعب من و سفلی توائفه کلها. اون حدیث رو شروع کردیم و بعد پیغمبر اکرم در بیان اون هویت درونی عقل و اون قابلیت ها و استعداد های نهفته این حجت بالغه الهی که عقله، فرمود از عقل حلم به وجود میاد، از حلم علم به وجود میاد، از علم رشد و از رشد عفاف، از عفاف صیانت و حفظ و نفس و نگهداری، ارزه نگهداری، حفاظت، از صیانت حیا به وجود میاد و از حیا رزانه و از رزانه مقاومت، مداومت بر خیر، و از مداومت بر خیر کراهیت شر. اون چه که مهمه قسمت دوم حدیثه که پیغمبر به شمعون فرمودن فهاذهی عشرت و اصناف من انواع الخیر و لکل واحد من هذه العشرة الاصناف عشرة انواع. این که میشه 100 تا
بله، 10 صنف از ماهیت درونی عقل بود که از هر یک از اینها 10 نوع خیر به وجود میاد که مجموعه این 100 چیز ذات عقل و هویت عقل رو که تدبیر به او ممکن میشه. حالا اسم اینا رو میخواین صفات بذارید، این 100 تا رو 100 صفته، میخواین انرژی بذارین 100 مدل انرژیه، میخواین اسمشو نور بذارین کما که تو بعضی روایات تعبیر به نور شده از همه اینا، مثلا عقل خودش نوره، علم نوره در تعابیری که در روایات مختلف هست، حیا نوره، رشد نوره، عفاف نوره، صیانت نوره، حیا رزانه، بعضیاش که صراحت داره در روایات العلم و نور و بله روایات خیلی در دعاها زیاد داره فراوان. بله، اللهم اینی اسألوک به حق محمد النبی رحمتک و کلمت نورک ان تملأ قلبی نور الیقین و صدری نور الایمان و فکری نور النیات و عزمی نور العلم و قوتی نور العمل و لسانی نور الصدق و دینی نور البصائر من عندک و بصری نور الضیاء و سمعی نور الحکمه و مودتی نور الموالات لمحمد و نور محبت نور موالات. همه اینا تعبیر به نور شده، هم در قرآن مثلا از تقوا تعبیر به نور شده، نور تقوا، نور حیا، و از هر یکی از این انوار، یا بگید الکتریسته، یا بگید برق حیات، یا بگید وجود، یا اسمش هر چی میخواین بذارین، جلوه های بالاخره یه داراییه، ما میتونیم بگیم اینا رو دارم، اگر نقطه نقیضش رو بیاریم ندارم و دارمش بکنیم. بله هست. شما علم دارید یا ندارید؟ درسته. اگر هر چیزی رو که بتوانید بگویید دارم، حیا دارم، عفاف دارم، عقل دارم، حکمت دارم، اینا دارایی های شماست و هر یکی از اینا جلوه وجودی به شما میده، یعنی شما یک وجود مرکب بشید از وجودات مختلفه که در واقع ما گاهی تعبیر میکنیم به باز همین صد تا که ماهیت عقل رو بیان میکنه، یه ذریبای دیگه در بعضی جاها پیدا میکنه، از هر کدوم از اینا انوار دیگه پدید میاد که تا هزار اسم پروردگار در دعا جوشن محصول همین انوار میشه. اونا انواری هن که به بشر اگر بخواهد به کمال برسد، به کمال برسد، باید تمام اون هزار و یک اسم الهی در دعا جوشن که هر کدوم یه نوع الکتریستن، شما هر اسم میخواین بزنین روش، منم این اسم رو نمیذارم، میخوام بگم تعابیر مختلفه، هر تعبیری هم فقط جنبه مثلی داره به این عالم ماده که اصلا قابل مقایسه با اینا نیست و در واقع تعابیر و کلمات حامل هستن برای معنا که برسونن معنا رو از ذهنی به ذهنی دیگه، یا حداقل تقریب کنن، تقریب به فهم ذهنی ما بکنن. بله، چون حامل هم گاهی نمیتونن باشن، اون حقیقت حق معنا نیست، فقط یه تمثیلی است که تقریب به ذهن بشه و ما یه ذره بتونیم بفهمیم که آقا یک آدم هزار مدل برق باید بهش وصل بشه تا بشه آدم. و بعد سقیفه آمد چیکار کرد؟ مثل یه بختکی سر راه این برقی که میخواست بیاد به شما برسه و تمام جلوه های وجودی، انوار وجودی، صفات وجودی شما رو روشن کنه تا به این عقل کلی و کمال عقلی برسین، تا بر در سایه این عقل به اون مدیریت زندگی برسین، در سایه اون مدیریت زندگی چی درست میشد چی آباد، مثلا لو اقل الناس لخربت دنیا، این عبارت چی میخواد بگه؟ اگه مردم عاقل میشن دنیا خراب میشد. خب آدم عاقل نمیاد یه کار موقتی بکنه که باید بذاره بره، پس بنابراین دنیا خراب میمون، آباد نمیشه. آبادی این شکلی دنیا و هم متلاش دنیا و تمام سعی دنیا فقط بخاطر بیعقلی مردمه. خب او چه نوریه که این جهان را دیگه نمیشه باش دید، ارزش نداره ببینی؟ او یه نوریه در شما، یه دید باز وسیع پیدا میکنه که با یه خونه گلی، با یه فرش ماسه کف اتاق بهتر زندگی، با یکم کاه کف اتاق پهن کنی
بخوابی روش بهتر زندگی میکنی تا این زندگی پر زرق و برق داره. او چه نوریه که این ظلمات حالی ما میکنه تا به حد تدبیر میرسه و ما رو دور میکنه، قوه نگفتن بهمون میده، شهوات و گناهان و هوس‌ها و دنیا و لذات مادی رو حذفش میکنه، بعد جلب یک مفاهیم و معانی عظیمی میکنه از سنخ خودش. بله. از سنخ اسماء الله در دعای جوش. یه استغنای روحی به وجود میاره، روحی که کاملا بی نیاز است. هر راهی رو شما برای نیازمند ساختن اون رو پیدا بکنید پیدا نخواهید کرد، بی نیاز مطلق. واقعش همین. حالا این عبارات رو تو همین حدیث داریم، خیلی عجیبه این احادیث، این حدیث پیغمبر که به شمعون که بزرگان صحابی از عیسی بوده و از حواریون از عیسی بوده و عمر طولانی داشته تا محضر خاتمه انبیا میرسه، نزدیک 500 سال بعد عمر داشته باشه تا این فصل فترت بین از عیسی و خاتمه الانبیا رو بتونه پر کرده باشه. اگه اجازه بدید بخش دوم حدیث رو سریع بگیم که دیگه نمونه برای جلسه بعد اگر بتونیم. فهذه عشرت و اصناف من انواع الخير ولكل واحد من هذه العشره الاصناف عشره انواع فاما الحلم. حالا گفتیم اولیش حلمه، درون عقل اولیش حلمه. از حلم چه به وجود میاد؟ ركوب الجميل، همیشه کار زیبا میکنه، از زشتی ها متنفر میشه. ركوب الجميل و صحبت الابرار، آدم حلیم حوصله همنشینی با بدن رو نداره. و رفع من الزعه، از هر چیزی که شما رو به انحطاط میکشونه فرار میکنه، تنزل میده، یه جورایی الان یک خواننده یا شنونده این روایت میتونه با خودش تطبیق بده این رو، ببینه خود چقدر و در کجای این ترکیب معنوی قرار گرفته. یعنی استعدادهای عقلانیش تا چه حد شکوفا، تا چه حد شکوفا. وقتی ما میگیم عقل شکوفا میشه، بستگی داره این چراغهای هر یکی از اینا روشن شده باشه. مثلا فرض کن یک گروه نشستن اینجا، از باب تقریب ذهن عرض میکنن، دارن لطیفه میگن و سلام جوک میگن، یه جای دیگه هم نشسته دارن حدیث میخونه، حدیث کساره میخونه، ببین تو به کدوم سمت گرایش داری، تمایل داری. این خودش یه نقد خیشه. این عبارت شما من یاد یه حدیث انداخت، کسی از حضرت رضا راجع به موسیقی پرسید، آقا موسیقی چیه، حلال یا حرام؟ حضرت فرمودن که اگر خدای تو حکیمه، خیر و شر رو کاملا از هم جدا بکنه، تو موسیقی رو تو کدوم دسته میبینی؟ تو خیر میبینی یا تو شر میبینی؟ عقل تو، میخوام بگم عقل که شکوفا میشه چی میبینه؟ اگر خدا کاملا خیر، الان خیر و شر با هم، حق و باطل با هم قطعیه، اگر خدا کاملا حق و باطل رو از هم جدا بکنه، عقل تو موسیقی رو جز کدوم دسته میبینه؟ جز باطل میبینه جز حق؟ گواه جز باطل. فهم قد حکم تعالی، خودت حکم موسیقی رو بیان کردی، احتیاج نیست بپرسی. تو اگر اینقدر عقلت شکوفا باشه که بفهمی اگر خدا حق و باطل رو کاملا از هم جدا کنه، خیر و شر رو کاملا از هم جدا بکنه، موسیقی جدا کدوم دسته قرار میگیره؟ و به این مضمون خیلی روایت داریم در بحث شکوفایی عقلانی. همه هدف اینه که این نکات رو آدم بتونه بفهمه. دقیقا همین. یعنی اگر کسی عقل شکوفا بشه، یک فقه درونی از درونش تراوش میکنه، به شرط اون که فطرتش رو کور نکنه، همین عقل شکوفا بشه. بله شکوفا بشه. تمام احکام اسلام رو بدون آموزش بلده. آقا میگه آمده سوال میکنه، ببینید چقدر جالبه، آمده سوال میکنه آقا موسیقی حلال یا حرام؟ حضرت نمیگن حلاله، نمیگنم حرامه، حکم رو بیان نمیکنن، حرامه ولی بیان نمیکنن. حضرت میفهمن اگر خدا حق و باطل رو از هم جدا کنه، عقل تو موسیقی رو جز باطل میبینه یا جز حق؟ آیه یوسفی، در فلسفه غرب اسلامی، یعنی طرفای
مراکش اون طرف ها، اونجا که ابن رشد و اونجور افراد اونجا رشد داشتن، کتابی تألیف شد به نام حی ابن یقظان که محصول یک اندیشه فلسفیه. این حی ابن یقظان بعدن هم ترجمه شد به فارسی به نام زنده بیدار. کتاب چه کوچیکیست و مال قرنهای پیش. قصه اینه که یک مادری باردار وارد یه جزیره میشه، کشتی شکسته، خودش سالم میاد به جزیره میرسه. این وقتی میرسه به جزیره زایمان میکنه و میمیره، سر زا میره. این بچه میمونه. حالا ما قصه رو نمیخوایم بگیم که چجوری رشد میکنه بچه و شیر بهش میدن، آهوان جزیره و الاخر. این داستان خیالی میخواد به ما بگه این شخص بزرگ شد، به بلوغ رسید و بر اساس فطرتی که کاملا بکره، هیچ انسانی روی این فطرت تأثیر نگذاشته، این چجوری رشد خواهد کرد؟ حاصل نهاییش اینه که میگه این شخص میشه یک آدم موحد و پرستنده، عابد. چرا؟ چون میفهمه این جهان هستی باید خالقی داشته باشه. اینجا هم حرف ما اینه که اگر یک نفر عقلش رو آلوده نکنه یا به تعبیر قرآن فطرتش صاف بمونه، فطرت الله التي فطر الناس علیها، یا بفرمایید که سایه سنگین سقیفه بر سرش سایه نینداخته باشه، که اصل انحرافات تکبر ذاتی انسان توش نباشه، که مثل سقیفه تجلی کرد در مقابل کبریایی خدا، قد علم کرد خلیفه خدا رو زمین بزنن، احسن تو نباشه کنن. این نباشه، اون وقت یه چیزایی شکوفه. تازه اینی که شما دارید میگید این اول عقل غیر شکوفه است، این نقطه اولیه است. بل اولیه است، این عقل دست نخورده، عقل تربیت نشده، که نه بدی اون رو کشیده سمت خودش نه خوبی اون رو کشیده سمت خودش، دست نخورده بکر مونده، عقلی که هنوز به ظهور و بروز استعدادهای درونیش نرسه، چراغهای خاموشش، یا به تعبیر ما مثل این یه دستگاه موبایلی شما خریدین، هیچ کدوم از منوهاش های نرفته فعال کنه، همه منوها درش موجوده و شما هنوز فعال هست. این مثالی که شما زدین مثل اینه. موبایل خریدین، هنوز منوهاش فعال نکردین، دستگاهاشو برنامه توش ازش استفاده نمیکنین. همه حرف در شکوفایی عقل و این استعدادهایی که ما میخوام بگیم و قصه سقیفه بنی ساعده چه بلایی سر آدم در آورد اینه که نگذاش اون منوهای ابتدایی آماده انسان شکوفا بشه، یا برد به سمت چیزهایی که نباید ببره، یا منفی برد، برد به جهات منفی. حالا ما داریم حقیقت عقل رو که سرمایه تربیت انسانه و مدیریت و تربیت انسان به او ممکنه، اون درون عقل رو، اون خاصیت های نهفته درون انسان، درون عقل رو که میگیم در واقع درون انسان هم میشه، چون عقل در انسانه، انسان عاقله، اون استعدادهای نهفته چیا هستن اولا، و بعد در سایه ولایت امیرالمؤمنین شکوفا می شدن، و در واقع اون عقل اولیه که شما میگین حی ابن یقظان تو اون جزیره قصه رو بیان میکنه، اون همون مقداره که حالیش بشه این تناباد به کمرش ببنده، حالا که افتاده، حالا که سقوط کرده، میفهمه راه نجاتی نیاز داره، وقت تناب رو که بس باید شروع کنه بره بالا. این بالا رفتن هر کدوم روشن شدن اون چراغ هاست، اون منو هاست، اون منو هاست. بسیار خب، رسیدیم به اونجا که از هر چه که زایع شدن آدم دور میشه، وقتی که حلم، وقتی که حلم در انسان بخواد شکوفا بشه، چند چیز درش به وجود هست. صحبت ابرار، همیشه به زیبایی ها گرایش داشتن، و از هر چی که موجب زایع شدن انسان دوری میکنه. چهارم، از خست و پستی، از هر چیزی که مایه خساست انسان و پستی گرایی انسان دوری میکنه. و تشهل خیر، از درونش میل به خیر هست، شهوت خیر داره. خیلی شهوت جنسی دارن، خیلی شهوت ریاست دارن، خیلی شهوت مال دارن، خیلی شهوت جمع اموال دارن. این شهوت خیر و تشهل خیر، تمام تمایلاتش کار خیره. این منوی
فعال شدن خیراتش شکوفا میشه، فعال میشه. و یقرب صاحبه من معال درجات، میل به تعالی درجات، همش میخواد بالاتر بره، به بلنداها سیر بکن. والعف، آدم حلیم اگه حلم شکوفا بشه، درون حلم عفو بخششه. والمحل یعنی مهلت دادن، یعنی رفق، یعنی مدارا کردن، گذشت کردن، مهلت دادن به بس. انسان مهلت بده. زن آدم یه اشتباهی کرده، ولو یه اشتباهی ناروا کرده، معنیش نیست که شما بلا فاصله بخواید طلاق بدید و جدا بشید و بکشید و یک کاری بعضی رو تعصبات بله. باطل میکنن که همش باطله. دعوه اسلام اینه که حلیم باشه آدم، مهلت بده تا این استعدادها، بالاخره این عقل باید مهلت پیدا کنه تا شکوفا پیدا کنه. روایات زمانی، روایات دیات و قضا رو در مکتب شیعه اگه بخونیم متوجه مهلت دادن میشیم. بله. در بدترین معاصی و گناهان ائمه به خصوص روایت حضرت امیر چنان مهلت میدن، آقا چنان مهلت میدن که انسان میمونه واقعا. تا این حد یعنی استمحال توی روایات ما هست. و تشهل معروف، میل به کارهای معروف پیدا. معروف یعنی چی؟ معروف در مقابل منکره، منکر از نکره است، نکره یعنی شناخته نشده، ناشناس. معروف یعنی شناخته شده. خب به چی میگیم امر به معروف و نهی از منکر یعنی چی؟ شاید تا حالا من این همه تعریف امر به معروف و نهی از منکر از آیون منبریا و بقیه اساتید اخلاق بزرگان دیدم، به این بیان خودم نشنیدم کسی اینجوری بیان کنه. معروف یعنی اون کارهایی که شناخته شده تا به حال در مسیر تکامل انسان جواب داده. تجربه تاریخ اینا رو به عنوان یک کار شناخته شده برای تکامل انسان معرفی کرد. یا اینجوری هم بگیم که برای سرشتی که دست نخورده، مثل سرشت حی ابن یغزانی که مثالش گذشت، برای فطرت دست نخورده شناخته شده باشه، غریب نیست. بگیم میگیم میتون بگیم معروف. حالا به طور کلی معروف یعنی چیزی که در مسیر تکامل، در مسیر ترقی انسان جواب داده تا حالا. بله جواب داده. ببینید آدم مثلا کاسبی امر معروف، الکاسب و حبیب الله. چرا؟ چون اقتصاد کسب بازار جواب داده که انسان رو پولدار میکنه. دزدی یک منکره. چرا؟ دزدی ممکنه باشه آدم پول برداره ببره، اما تا به حال به عنوان یه مسیری که آدم رو پولدار بکنه جواب نداده. دو روز سه روز ممکنه پولدار بشی، اما نمیتونی دائما باشی. کاسبی اینجوری نیست. کاسبی معروفه، یه کاریه که جواب داده تا به حال، انسان رو در صحنه اقتصادی بالا میبره، رشد اقتصادی میده باید. حالا جهات دیگه هم داره، مردم شناسی، تجربه های عرفانی، توحید، مسائل. خود کاسبی یک سرش به توحید وصله، یک سر کاسب همیشه به توحید، چون همین تو مشتری منتظره که خدا برش بفرست، خدا بفرست. دو تا مثال اینجا میزنم که مطلب روشن بشه. یه عده دوز شب نشینی نشسته بودن دور هم داشتن حرف میزدن، من یه سواری رد میشه، سر دسته راهزنا به بقیه رفقاش گفت این سوار رو میبینی؟ من تا حالا 10 تا اس از این دوز دیدم، ولی هنوز او سواره، من پیاده. این یعنی دزدی یک منکره، به جایی نمیرسه، شناخته نشده، جواب نداده برای پول. ربا منکره. ربا تا حالا جواب نده یکی رو پول دار بکنه، ثابت بمونه. اما الکاسب و حبیب الله یه مثال خیلی روشنیه و چقدر بزرگ این معنا که یه نفر میبینید هر رو با خودش میگه هر روز من میرم سرقت، کیف قاپی، جیب بری، ماشین میدوزم، موتور، ولی همیشه ندارم، همیشه لنگم، همیشه ندارم. این آقا صبح سر ساعت مثلا 8 میره مغازشو باز میکنه، چه مشتری بیاد چه نیاد، همیشه خوشه، همیشه هم رو به رشده، چون همیشه... یک سر کاسبی به خدا وصله، امید به خدا. دزدی به هیچ جا وصله یا به شیطان وصله، به خودت وصله و شیطنتت. این نکته اصلیشه. ولی هر دوش پول در آوردنه، بلکه دزدی پول قلم به در آوردنه.
پول راحت در آوردنه، بی زحمت در آوردنه. این چون سرش به خدا وصله، همه امیدش به خدا، به امید تو، همین کلمه به امید تو میرم در مغازه، خدای تو مشتری خوب برام بفرست، خدای من نمیخوام از حرم استفاده بکنم. یه دنیا این اتصال به توحید، به اینکه این آدم، این کاسبی که تو بازار نشسته حبیب الله. چرا حبیب الله؟ چون دائما همه امیدش به خداست، وصل به خداست، نگاهش به آسمانه. دوز نگاهش به زمینه، زمینی است، ذاتش زمینی. پس این معروفه، اون منکره. و مثال از این دست فراوانه که نمیخوام حالا وارد وقت بگیریم. یکی دیگه از مفاهیمی که در درون حلم هست، سمت، سکوت. آدم حلیم سکوت، قارقاری و دارداری و همه جا مطرح کردن و همه جا میخوام حرف اول باشم، هر کی میخواد حرف بزنه مهلت حرف زدن به طرف نمیده و میخواد یه جوری ساکتش کنه که حرف من، این شهوت حرف من ثابت بشه، این با حلم جور در نمیاد. لذا سکوت همیشه سلامتی میاره. این تا مرد سخن آزا ما یتشعب للعاقل بحلمه. احسنتم، اما علم، اینا همه شعبه های حلم بود. اینا شعبه های حلم بود، ده تا بود که برشمردی. اما علم، یکی از شعبه های عقل علمه. یعنی عقل زیر مجموعه دهگانه داشت، شعبه دومش که بزرگترینش هم هست علمه. علم یک خصوصیت عجیبی داره، ده تایی که ازش به وجود میاد با فرض عدم موجوده. خیلی مهمه. توضیح بدید این جمله رو. یعنی با فرض ای که شما نداشته باشین اون صفت رو باز دارید. حالا عبارات خود رسول الله را، بله، که خیلی زیباست. و اما العلم فیتشعب منه الغنا و انکان فقیرا. فقیرا، خیلی نکته بزرگیه. ببینین، از شعبه های علم یکیش غنا و بی‌نیازی است، ولو طرف به ظاهر فقیره، فقیر، حتی اگه فقیره بی‌نیاز، غنیه. خیلی نکته چون اغنیا همشون گدان، دلیلش حرفشونه و فقط خاک گور میتونه چشمشون رو پر کنه. واقعا از بس که حرف میزنن، هی جنبه احتیاج دارن، جنبه احتیاجه که جنبه طلب ایجاد میکنه. اگه کسی احساس فقر و احتیاج نکنه کی طالب نمیشه؟ پس این که این پولدارا هی میخوان جمع کنن چون فقرشون اشده. علم اگر آمد، تو غنی میشی ولو فقیر باشی. الغنا و انکان فقیرا والجود و انکان بخیلا. اینا خیلی مهمه، جالبه، لطیفه، واقعا لطیفه، که با فرض عدم موجوده. وقتی علم بود، تو جوادی ولو بخیلی. جواد یعنی همیشه دهنده، همیشه در حال دهش و بخشیدن. یعنی اگه اگه پول خرج نمی کنی، ولی علم که داری به مردم یاد میدی، که بالاترین جودم علمه. یا عالمیه نداره که بخواد جود بکنه، پولدار نیست که بخواد درهم و دینار بده، ولی علمشو که بیان میشه میکنه بالاترین سخی، آیه بالاترین جواب. آقا ما به وجد آمدیم، میخوام یه چیز عرض کنم خدمتتون. بیاید زمان رو یه تحلیلی بکنیم، مثلا برگردیم سراغ بهترین حکیمانی که هزار سال پیش میزیستن و عرض کنم مثلا فلان کس میگن حکیمه، مثل کنفوسیوس، نمیدونم مثل سقراط، مثل افلاطون، مثل چه. تمام افکارش و کلامش رو جمع میکنیم در 5 صفحه، آخرش هم که میخونیم اینو یه جاش میلنگه. اصلا هیچ چیزی دست آدم مش پر کنی ندارن. اما یه چیز بگه آقا من این یک دست آمد دیگه، از این بعد برم یه سر لوحه خودم قرار بدم عمل کنم، نیست. اما میایم سراغ حضرت امیرالمومنین، حضرت رسول خدا، حضرت امام صادق. 110 جلد کتاب بهار رو میخونی، همچنان 1100 جلد دیگه ازش منتشر میشه. همه راز، میلیون ها فهرسته. واقعا عجیبه. شما این عبارات اگه دقت کنی، والمهابه و ان کان حینا. آدم عالم اگر از عقل علم پدید آمد،
عالم هیبت داره، ولو آدم باشه که پایین دستی روستا بوده، فرو دست حیین بوده، دو طبقات پایین جامعه بوده، اما وقتی عالم میشه چنان مهابت پیدا میکنه، مهیب میشه که همه حساب میبرن ازش. و سلامه و انکان سقیما، عالم اگر شدی همیشه سالمی ولو ظاهرا مریضی. و سلام، ببینی همش بر فرض عدمه. پیغمبر میفهمن در فرض عدم تو دارایی. علم چیه؟ و سلامه و انکان سقیما و القرب و انکان قسیا، همیشه عالم نزدیک به همه است، محبوب همه است، ولو دور از همه است. در یک کشور دیگه زندگی میکنه، تو زندان انداختنش، ولی به همه نزدیکه، تو دل همه جا داره، منتظرم فقط یک کلمه ازش بیاد، پیغامی بیاد، پیامی بیاد. اینقدر به دلها نزدیکه، اینقدر نزدیکه. والحیا و انکان سلفا. سلفا به چی معنی است؟ یه سبک. آه سبک، بله. ولو به ظاهر آدم سبکی دیده میشه، ولی حیا داره. عالم پر از حیا است. و رفعه و انکان وزیعا، ولو یه آدم افتاده ایه ولی بلند مرتبه است، رفیع مقامش. اینا محصولات علمه. محصولات علمه. وقتی چراغ منوی علم فعال شد و دانش از جهات مختلف، خصوص علوم الهی، نسبت علوم زمینی به علوم آسمانی و الهی نسبت صفر به عدد بی‌نهایت. یعنی واقعا علوم زمینی، همه این دانش‌های زمینی نسبتش به علوم آسمانی مثل همین نسبت کلمات به نسبت حرفای فلاسفه غربی و شرقی که شما مثال زدین. کلمات پیامبر. و شرف و امکان رذلا. شریف هرچند و امکان رذل. عالم شرافت داره ولو رذله. البته رذل به اصطلاح امروزی بعضی واژگان جناب آقای یوسفی در هرچند به عربی تلفظ میشن، اما در زبان فارسی معناشون عوض میشه. بله عوض شد و فراوانن. چند وقت پیش من مثل فاحشه در فاحشه مبینه در آیه شریفه، بله، به معنی گناه بزرگ، یا کار زشت. فاحشه، بله. کار زشت بزرگ، بله، در زبان فارسی عاشقان. یعنی معصیت جنسی. معصیت جنسی که یا... اینو به آیشه نسبت میدن. بله ساده، مبینه رو، فاحشه مبینه رو امیر امام صادق علیه السلام میفرمان جنگ با امیرالمومنینه. بله جنگ با امام زمان، میلیون ها آدم زنا بکنه، یک بار با امام زمانش نجنگه. یک فاحشه رسمی بین المللی باشه اما با امام زمان نجنگه. نجنگه. یا مثال ساده تر، عایشه با امام زمان جنگید ولو فاحشه جنسی نبود. نبود. بله. ول حکمه ول حزوه، محصول دیگه علم واقع گرایی، حقیقت گرایی. ما همیشه با تخیل زندگی میکنیم، آقا به خیال ای که با این دختر ازدواج کنیم خوشبخت میشیم، میریم ازدواج میکنیم، چقدر هم هزینه میکنیم، به خیالی که این زمین اگر بخریم یه سودی میکنیم، به خیالی که این معامله رو بکنیم، به خیالی که با یه آقا سفر بریم. با تخیل ما زندگی میکنیم، عالم با حقیقت زندگی میکنه. اینو بهش میگن حکمت. حکمت یعنی به واقع واقع مطلب و یک حقیقت رسیدن، به جوری که هیچ فرض تخیل یا فرض عدم درش نباشه، واقع واقع باشه. نکته سومی که از عقل پدید می آمد رشد بود. رشد یعنی یک موجودی که دائما در حال نمو بالا داره میاد. ما علم رو به دست آوردیم، داشتیم که علم بود. اولی چی بود استاد؟ اولی حیا بود. حیا بود، بعد علم بود، الان روش. اولی حلم بود مثلا. بله از حلم 10 چیز بعد. در آمد. حالا از علم در عین ناداری و عدم 10 نکته رو برداشت کردیم. حالا میرسیم به مورد سوم. رشد. رشد. رشد 10 صفت در آدم ایجاد. اول آدمو محکم میکنه. آدمی که اهل رشد و عقل و منطق و فهمه، کارش محکمه. شک و شبه و استخاره و همش تردید و نمیدونم آیا بشه آیا نشه، دنباله معمولا مردم دنبال چرا یه چیزایی هن، چون رشد ندارن، خودشون به تشخیص دقیق نمیرسن، همش دنبال اینه که دیگه براشون تشخیص بده. چا
چرا دنبال رمال و دعانویس و قیبگو و نمیدونم جنگیر و چیزا میرن؟ یه کسی برایشون ببینه بگه، ولی کسی که رشد داره خودش آینده رو میبینه. از رشد 10 صفت به وجود میاد. یکی صداد، محکم بودنه. دوم هدایت، راه براش واضحه، تاریک نیست، جلو راش روشنه، ظلمت نداره. سوم البر، کسی که در رشد دائما نیکی میکنه. چهارم التقوا، آدمی که در رشد جلو خودشو میگیره، نگه میداره خودشو از اینکه سقوط کنه، از اینکه تنزل کنه. والمناله، والمنانه، والقصد، والاقتصاد، نعمت و میان روی در زندگی. منن و ثواب، کار درست، درست و به حق و به هدف، کاری که هدفمند صحیح. و الکرم، بله، کرم یعنی ارزش، دنبال کارهای ارزشیه. درست نقطه مقابل لعامت و پستیه، کاری بی ارزش، کاری که تنزل میده، سقوط میده. و المعرفه به دین الله، کسی که در رشد بود، بالاترین چیزی رو که آدم اگه بشناسه خیلی رشد میکنه دین خداست. شما یه قانون مدنی بین الملل رو یاد میگیرین، یه قوانین مدنی کشورتون رو یاد میگیرین، یه قوانین طبیعت رو یاد میگیرین، یه وقت در نظام طبیعت جستجو میکنین، یه وقت قوانینی که از آسمون برای رشد انسان و برای هدایت انسان آمده، اون رو میگن دین. بکن نکن های آسمانی. ول معرفت به دین الله، اینا رو عاقل به رشد بهش میرسه. و توبا لمن اقام بهی علی منهاج طریق، خوشا به حال کسی که در راه رشد باشه. گمون میکنم وقت داشته باشیم. بله، چهارو میرم بگیم. بفرمایید، با این شتاب بریم. خوبه. بله، عرضم به حضورتون نکته چهارمی که از عقل در انسان پدیدار میشد حالت عفاف بود. عفاف 10 چیز دیگه ازش به وجود میاد. یکی رضاست، مقام راضی بودن. کسی که عفیف نیست طمع درشه، همیشه ناراضی، به هیچ چی راضی نیست، در هیچ وضعیتی رضا درش نیست، همیشه در حال خواستن. بله، عجیب کلمات پیام، درد همه رو داره بیان میکنه. ول استکانه، حالت سکون، آرامش، نرمی، قد نیست، غرور، تکبر، لجبازی، لجاج، عناد، حتی به ضرر خودش عمل کرده. آدم وقتی نرم بود اولین چیزی که گیرش میاد به نفع خودشه، آرامش خودش تحصیل میشه. ولحظ، وقتی آدم عفیف بود و نرم بود و آرام بود لذت میبره، از زندگیش لذت بهره میبره، فرصت پیدا میکنه، چون دائما در جنگ نیست، در تعارض نیست، فرصت میکنه از تمام دارایی‌های دیگران استفاده کنه، دیگران هم کمکش میکنن، به خصوص تجارب، به خصوص اندیشه ها، تفکرات، نتیجه بعدش نصایح. واقعش همینه، نتیجه بعدش هم میشه خودش راحته و راحت، در حالی که اونایی که این حالاتو ندارن همش ناراحت، همش عصبانی، درگیر، افسرده. و تفقه، آدم عفیف فقیه میشه، فهمش بالا میره، یا حالت دینشناس میشه، دینشناس میشه. تفقه و فقیه شدن. ولی خشوع و تذکر، خاشع میشه قلبه، این استکبار و تکبر اینا همش بیاد از گذشته ها عبرت میگیره، به خاطر میاره کی بود، چی بود، چی شد، کجا بود، به کجا رسید، کی آورد، کی مددش کرد، خودش میبینه ارزه نداره، یا خودت ارزه، متکی به خودی که خودت این توفیقات از خودت بوده، خب حالا پس کنی کار دیگر بکن، جا نمیتونی. اگر این موارد رو ادعا داریم، به یادآوری و تذکر، تذکر باعث میشه آدم به تفکر بیفته. بله، تفکر به تولید میندازه آدمو، تو
تولید اولین مرکز، اولین مرحله تولید چیه؟ جود. سخاوت و جود و بخشش دده میشی، میپردازی. تا وقتی بخیلی مصرف کننده همش میخوای بگیری، از لحظه‌ای که جود پیدا میکنی تو مولد شدی و این تفکر شما رو به تولید میرسونه. تولید شما رو به جود میرسونه، به سخا میرسونه. فهازا ما یتشعب للعاقل به افافه رضی بالله و به تقدیره و به قسمه، به خدا راضی میشه، به تقدیر او راضی میشه، به رضا او راضی میشه. و چقدر زیباست که از موسی وقتی به خدا عرضه داشت خدایا یکی از اولیاءت رو من معرفی کن، از موسی آدرس بهشون داده شد که برو در فلان بیابان، مردی رو خواهی دید در خیمه زندگی میکنه، او از اولیاء ماست. آمدن اونجا و وقتی وارد شدن و پیداش کردن طبق آدرس، دیدم به دریا نگاه میکنه گریه میکنه، به صحرا نگاه میکنه گریه میکنه، به آسمان نگاه میکنه گریه میکنه، به زمین نگاه میکنه گریه میکنه، دائما در خشوع و عبودیته. حضرت بهش فرمودن مهمان میخوای؟ گفت مهمان حبیب خداست. بعد موقع غروب که شد، سه گرد نان از غیب، نان داغی که الان از تنور کنده شده پیدا شد جلوی او. اون عابد یه نگاهی به موسی کرد و وقتی دید دو تا نون آمده، یه نگاه به موسی کرد و گفت اظن انک رجلا صالحا، گمون میکنم تو برد صالحی هست. هر روز برای من از غیب یک گرده نان میاد، امروز دو تا آمد. تو هم از اولیاء خدایی، تو کیستی؟ حضرت خودشون معرفی نکردن، فهمدن انا رجل من ارض موسی بن عمران، مردی هم از سرزمین موسی بن عمران. اون شب رو با او بودن، ازش پرسن بالاتر از خودت کسی رو میشناسی که مقامش بالاتر از تو باشه؟ گفت این راه بگی برو بالای این کوه، کوهی رو نشون دم. بالای اون کوه که رفتی، زیر درخت یه انار خشکیده یه عابدی رو میبینه، او از من مقامش بالاتر. از موسی را افتادن آمدن اونجا و وقتی پیدا کردن اون مرد عابد که زیر درخت خشکیده انار که برگاشم خوش شده بود خدا رو عبادت میکرد، حالا و تعجیبی داشت که سوز و گدازش موسی رو تحت تأثیر قرار. فرمودن مهمان میخوای؟ گفت مهمان حبیب خداست. بعد موقع غروب آفتاب که شد، وقت افطار، این عابد درخت خشکیده انار رو تکان داد، دو تا انار بزرگ درشت بر شاخه های انار خشکیده پیدا شد. دو تا انار که پیدا شد، یه نگاهی به موسی کرد و گفت اظن انک رجلا صالحا، گمان میکنم تو هم مرد صالحی هستی. هر شب برای من یک انار پیدا میشه بر درخت خشکیده، امشب دوتا شد، تو کیستی؟ قال انا رجلا من ارض موسی بن عمران، خودشونو معرفی نکردن، من مردیم از سرزمین موسی بن عمران. بعد شب رو با او بودن و حالات شبانه او رو دیدن و نمادش و اون نیایشش رو مناجاتهاش با خدا رو. ازش پرسن کسی بالاتر از خودت میشناسی؟ بله. گفت این جاده‌ای که پایین کوه میبینی، این جاده رو ادامه بده میرسی به یه شهری، وارد اون شهر بشو، سراغ بازار آهنگرا رو بگی، تو بازار آهنگرا بگرد، یه آهنگری رو پیدا میکنی که دستشو میکنه تو کوره، آهن سرخ تفتیده رو با دستش میگیره میاره بیرون و میذاره رو سندان میکوبه. او از من و رفیق قبلیم مقامش بالاتره. خیلی جالبه جوونا دقت کنید، او یکی تو بیابونه، این یکی تو کوهستانه، تو غاره، حالا میاد تو شهر، تو بازار، مرکز خرابی، جایی که اولین کسی که واردش میشه شیطونه، آخرین کسی هم که از بازار دکونش میبنده شیطونه، خارج میشه، آخرین نفری که از بازار خارج میشه شیطانه. حالا تو بازار یه ولی خدا هست که از اون صومعه نشینان و دیر نشینان و منزویان از جامعه مقامش بالاتره. تو دل مردم، تو دل خطا، یعنی زندگی توی بدترین جاها که امکان لغزش و خطا هست، از نظر خطا و سالم‌تر زندگی کرد. حضرت موسی آمدند و گشتند و
وارد شهر شدن و بازار رو گشتن و بازار آهنگرها رو پیدا کردن و وارد بازار شدن و مرد آهنگر رو که پیدا کردن نگاه کردن، این آهن سرخ تفتیده رو با دستش میگیره، دستش نمیسوزه، همینطور نگاه کردن و سلامش کردن و فرمودن، سلامش کردن و فرمودن مهمان میخواه. گفت مهمان حبیب خداست. یه کرسی چه گذاشت برای حضرت موسی، نشستن و نگاه میکردن حالات اینو. دیدن غروب آفتاب که شد یه عده دخلشو شمرد، دخلشو که شمرد یه نگاهی به موسی کرد، گفت از اون نانکه رجلن ساله ها، گمان میکنم تو مرد صالحی هست. من هر رو دخلمو میشمرم یه مبلغ معینی نصیبم میشه، چون واقع توانایی من در حدی که مثلا روزی چند تا میخ درست میکنم، چند تا مثلا تیشه درست میکنم، چند تا کلنگ درست میکنم، دیگه بیش از اون نمیتونم، دخل من معینه. اما امروز دخل من دو برابر شده، تو کیستی که روزی من دو برابر شده از برکت قدوم تو؟ از اون نوع نکره جلن ساله ها کیستی؟ باز از موسی خودشون معرفی نکردن و فرمودن انا رجلن من عرض موسی بن عمران. همه اینا رو داریم برای لولا سقیفه میگیم ها. اگه سقیفه نبود ما به کجا میرسیدیم؟ و حالا کجاییم؟ الان خوب ترینامون کجاییم؟ نحوست این سقیفه بنی ساعده و حکومت نحس قاسبین حق امیر المؤمنین ما رو بی خفت و خاری و ذلت اندار. فرمودن تو پرسید چو اهل کجایی؟ گفت فرمودن من انا رجلا من ارض موسی بن عمران، مردیم از سرزمین موسی بن عمران. شب هنگام حضرت موسی رو برد منزلشو پذیرایی کرد و بعد قبل از رفتنشون یه عده فقرا آمدن در مغازش، دید این دخلشو سه قسمت کرد، یه قسمتشو داد به اون فقرایی که آمدن، یه قسمتشو ریخت توی یه صندوقی بود تو مغازه، ریخت تو اون صندوق، یه قسمتشو برداشت رفتن نان و چیزی خریدن برد خانه، از موسی رو پذیرایی کرد. از موسی گفتن چرا دخلت سه قسمت کردی؟ گفت خدا برای کسانی که توانایی کار کردن و پول در آوردن دارن یک سهمی برای فقرا قرار ده در اموال اونها، و من سهم فقرا رو همون روز به روز میدم، خمس همون روز به روز میدم، او که باید بدم روز به روز به فقرا میدم، و اما این مغازه من اجاره است از صاحبش، میترسم شاید یه روز مردم، اجاره هر روز روز به روز تو دخل میریزم، که اگه یه روز مردم تو همون روزی که بودم اجارهشو پرداخت کرده باشم بدهکار نباشم. حالا اینا که روزه میخونن پول مردم نمیدن، اینا که نماز میخونن مسجد میرن، اینا که نمیدونم کارهای دینی هم انجام میدن اما نسبت به پرداختای مالی و بدهیاشون هیچ تعهدی ندارن، اونا اینا رو گوش کنن این احادیث رو. آقا وقت ما هم تمام شد تقریبا و این آخرش. بله. و اما یه قسمت چند برای روزی خودم. شب رو با او بودن، حالات خوش شبانه شو دیدن، صبح وقت از موسی خواستن برن خداحافظی کردن باش، اون مرد آهنگر گفت از اینجا تا سرزمین موسی بن عمران خیلی راهه، تو چجوری میخوای بری؟ حضرت فرمودن همونجور که آمدن. دیگه نگفتن من موسی بن عمرانم، تیل عرض دارم، یه اشاره کنم میرم اون بر. فرمودن من همونجور که آمدم میرم. گفت نه، تو مرد بزرگی هستی، من باید برات وسیله‌ای تهیه کنم. دست از موسی رو گرفت، آمد بیرون شهر، اشاره کرد به آسمان، ابری آمد پایین. وقتی ابر پایین آمد، صدای از ابر برخاست، السلام علیک یا ولی الله. جواب سلامش داد، گفت الی این، مسیرت کجاست؟ گفت الی ارض فلان. گفت برو. اشاره کرد ابر دیگه، ابر دیگه، از هر ابری میپرسید الی این کجا میری؟ میگفت الی ارض فلان. هی میگفت برو، تا یه ابری آمد گفت الی ارض موسی بن عمران، مسیر من سرزمین موسی بن عمرانه. گفت امانتی دارم برسم. دست حضرت موسی رو گرفت، رو ابر نشون. حالا اینجا من حرف دارم، هم از نظر علمی هم در حوادث مثلث برمودا و گزارشایی که اونجا هست و هم در احادیثی که در باب اصحاب صاحب الزمان هست که سوار بر ابر شدن ممکنه. بله. هم در حدیث ولی همین قد علی ابن صالح طالقانی، همین قد که الان عده‌ای که
ذاتشون پلید است و بر پایه مخالفت با دین و حق و ایناست، این خودش میتونه دستاویزی باشه براشون. ما این رو میگیم که نگفته نگذریم. برمیدارن تیکه هایی رو از بعضی برنامه ها در سایت های خودشون یا شبکه های خودشون پخش میکنن و این رو ابزار خنده میکنن که ما کاری به اون جنبش نداریم و ما هم عمدن به جهات علمیش اشاره میکنیم. نه میگیم و به جهات علمیش هم اشاره میکنیم، چون یه دونه حدیث نیست، هم احادیث متعددیه که اصحاب مهدی بر ابرها سوار میشوند و هم امکان علمیش هست، هم گزارش هایی که از مثلث برمودا و حالا وقت ما آقا تمام شده، وقت ما تمام شده است، نمیخوام اونا رو بگیم. وقتی که حضرت موسی رو سوار ابر کردند و آمدند در مسیر خودشان در کوه طور، به خدا عرض داشت، همه حدیث بر اینجاش خوندم، به خدا عرض داشت خدایی بندگان تو چه کردن به مقامات رسیدن. خواستم این جمله پیغمبر رضی بالله و به قسمه، کسی که درش عفاف باشه مقام رضا، مقام استکانه، حظ، راحتی، تفقه، خشوع، تذکر، تفکر، جود و سخا و رضایت به تقدیر خدا. حضرت موسی پرسید خدا اینا چه کردن به مقامات رسیدن؟ خطاب رسید رضو بالله، اینها راضی شدن با آنچه رضو به قضاء الله، قضای الهی، و فوضوا امورهم الی الله و توکلوا علی الله. به این مقامات، به این مقام، به این صفات، به این مقامات رسیدن. آقا بله بسیار عالی است. عین اون حالتی که سید الشهدا تو گودال قتلگاه سرشون رو گذاشتن روی خاک، فرمود الهی رزن به قضائک تسلیم لامرک لا معبود سواک یا غیاث المستقیم. سپاسگزارم، متشکرم، ممنونم که ما رو همراهی کرده ای. ثواب این برنامه رو صرف خودمون و شما تقدیم به ناموس جهان آفرینش، سیدت نساء العالمین حضرت فاطمه زهرا پیشکش میکنیم که انشاءالله عنایتی کنن به ما. و دیگر اینکه عزیزان بیننده توی خانه هاتون روزه خانگی بگذارید و بر لبانتون همیشه ذکر شریف صلوات باشد. خدا نگهدار، موفق باشید.